بیش از 60 معلم زبان انگلیسی از مناطق مختلف تاجیکستان برای کنفرانس انگلیسی بدون مرز گردی هم آمدند. این سومین دوره این گونه رویداد است که توسط سفارت آمریکا در تاجیکستان تشکیل شده است. این کنفرانس با هدف معرفی فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در فرایند تعلیم با زبان انگلیسی و آموزش این زبان برگزار می شود. مقصد اولین درجه سفارت آمریکا این دستگیری زبان انگلیسی در تاجیکستان است. این وظیفه طرفین ما و وزارت معارف است که در اولویت قرار دارد. چون ما باور داریم که معارف کلید رشد و پیشروی اقتصاد است. اکثر اشتراکداران این همایش ختم کرده برنامه آمریکایی زبانی برای آموزگاران هستند. آنها درباره مشکلات در روند تعلیم با متخصصان منطقوی و آمریکایی تبادل نظر می کنند. بختیار دولت مرادوف طولی 10 سال است که از زبان انگلیسی درس می دهد. او می گوید مشکل اساسی که حالا در آموزش زبان انگلیسی موجود است، این ندانستن تدریسی حاضر زمان است. معلمان خیلی کوشش می کنند، لیکن عصر 21 است و باید البته از این امکانات و تکنولوژی استفاده شود. مخصوصا در آموزش زبان انگلیسی یکان نوار را نشان بدهیم، یکان مثلا فعالیتی که خیلی اینتراکتیوی است بود نشان دهیم. علیمجان جورایف اشتراکداری دیگری این همایش بلاگر است. علیمجان درسای انگلیسی خود را کلان طریق آنلاینی براه مانده است و باور دارد با این طریق می تواند خواهشمندان هر چی بیشتر را هوسمند گرداند. البته که امروز استفاده تکنولوژی نوین در ساحه آموزش زبان انگلیسی رونق یافته ایستاده است و ما وقتی که مثلا معلم میگویم اساسا در ذهن ما چی میبیاد؟ مثلا یک معلم در نزد یگان تخته سیم فیستادگی و با یک همون مارکر یا اینکه با یک بور با یک قسمی بور البته که این گویم همون صورت است که ما میتوانیم سالای 1982 یا که 1972 بینیم که معلم چگونه صورت دارد و البته که با پیشرفت زمان این چیزها هم ایواز شده استودند و استفاده تکنولوژی نوین به نهایت نظر است دیده می شود امروز در ساحه آموزشی مخصوص زبان انگلیسی. اکثر معلمان جوانی انگلیسی مثل علیمجان و بختیار نگرانند که رشد با سرعت هوش مصنوعی می تواند به کسب آنها تاثیر رساند. از سوی دیگر آنها امید دارند که با استفاده از امکانات ذهنی سونی آنها می توانند صفت درسگویی خود را بالا برند.